تو این ویدیو اومدیم ببینیم تو شب کریسمس تو ایران چه خبره. از درخت های سرو 12 میلیونی بگیر تا بابا نویلی که برای هر عکسش 50,000 تومان میگیره. با من همراه باشید، با هم دیگه میریم تو یکی از محله های قدیمی تهران که پر از مغازه های مختلف برای فروش اجناس شب سالانه و کریسمسه و پر از ازدحام جمعیت. یعنی برای اولین بار من این همه آدم تو این خیابون تو این موقع میبینم. بابا نوئلی که بابا کرم میرسه، با من همراه باشید ببینیم چی پیش میاد، چی میبینیم. درود فراوان خدمت شما عزیزان دل. بله، کریسمس رو به شما همه مسیحیان سرتاسر جهان تبریک میگم. الان یه بابا نوئل پولکیه دیگه، هر عکسی 50,000 تومان بعد هزینه کنید. اومدیم خیابون میرزای شیرازی، یکی از جاهایی که تو روزای کریسمس و سال نو میلادی جز جای شلوغ به حساب میاد. یعنی امشب که یه جوری ازدحامه، من اصلا خودم نمیدونم چی بگم. این آهنگم که آدم میشنوه یاد تمام خاطرات نوجوانیش میفته. میدونم که خیلی از نسل با این آهنگ مدرن تاکینگ خاطره دارن. ببینید چه ازدحامیه تو خیابون دیگه. امروز قراره قشنگ بگردیم. بهتون گفتم تو اول ویدیو خیلی چیزای جالبی من امشب دیدم اینجا. با هم دیگه میبینیم تجربهش کنیم چه خبره، چی شده اینقدر شلوغه. هر طرفی که نگاه میکنی مردم در حال عکس گرفتن اومدن، فرقی نمیکنه. شاید خیلیاشون مسیحی نباشن، خیلیاشون مسلمون باشن، ولی دوست دارن، یه جور لذت میبرن از این جشن و به قول خودمون از عکس گرفتن و این تزیینات زیبای درختای سرو، نه کاج. چون خیلی، البته کاج هم بعضی موقع شاید استفاده شه، ولی اکثرا درخت سرو به اشتباه خیلی از ما فکر میکنیم درخت کاجه که تزیین میکنن. نظره گونه درختی شاید توی یک گونه باشن، ولی نوع برگاشون کاملا فرق میکنه. حالا بگذاریم میبینیم چقدر تزیینات قشنگ اینجا هست. با هم بریم داخل یکم مغازه ها بهتون نشون بدم چقدر اینجا شلوغه. یعنی من به زور میتونم برم داخل هر مغازه. الان بریم اون تو ببینیم قیمت ها به چه شکله. اولا که واقعا رفتن داخل مغازه کار سختی نکنه. چقدر آدم اونجا وایستاده و جنس هم امسال به شدت گرونه. الان بذارید یه چیزو بهتون نشون بدم، انقدر شلوغه من نمیتونم راحت هم فیلم بگیرم. الان این لیوانایی که این دست راست هستن از 450 هزار تومن شروع میشن تا 1,000,000 تومن، همین لیوانایی که اینجا. بعد عروسک ها که نگم براتون دیگه. الان این عروسک قهوه‌ای هم نمیدونم دیگه این چیه، 750 هزار تومنه. اون بابا نوئل اون بالا 2,700,000 تومنه. طلایی ها کوچیکه، نه اون قرمزه که آویزونه ها. خیلی شلوغه. برگردیم بریم بیرون، واقعا نمیشه نفس کشید. امیدوارم بعد از این شب یلدا و کریسمس که همه دوره هم جمع میشن و اینا، این ویروس جدیدی که اومده زیاد همگی نشه. درختای کاج رو نگاه کنید، 9 میلیون بوده، تخفیف خورده 7,200. من قشنگ یادم دیگه پارسال گرونترین 3,500 بود. چقدر خوب عکس میگیرم با بابا نوئل. واقعا بابا نوئل از کی اومده؟ من خیلی برام سواله، مطمئنن از قدیم نبوده. این دوستام تو کامنت ها بهم بگید این ایجاد بابا نوئل از چه سالی بوده، اصلا چی شده اومده. خیلی دوست دارم بدونم. من تزیینات مختلف درخت هاست که اونجا میفروشن دیگه، هر کسی هم برای خودش نظری داره، نظرش محترمه. دیزاین های خیلی قشنگی داشتم، من به شخص خوشم میاد آدم از رنگ های شاد، از حس قشنگ، از انرژی مثبت. حالا یلدا اومدیم دقیقا 2-3 روز بعدش میشه کریسمس شروع میشه. حالا بستگی داره که شما چجوری بخواید جشن بگیرید کریسمس رو کنار اعضای خانوادتون. میبینید پر از این درخت های سرو مصنوعی اکثرا، ولی خب بازم هست دیگه. چقدر خوبه. ما همیشه خودمون تو جشنهای خودمون، حالا جدا از عزیزان مسیح، ما هم باید همیشه شاد باشیم. ما هم نوروز رو داریم پر از حسال قشنگ، پر از جشنهای قشنگ. میدونم که همه ادیان به اندازه خودشون قشنگ هستن. الان دیگه بابا نوئلمون خسته شده از عکس گرفتن نشست. نه هنوزم داره میگیره مثلا. که بریم داخل این شیرینی فروشی قدیمی اینجا که خیلی از مسیحی عزیز اینجا هنوزم خرید میکنن و براشون
همیشه تازگی داره. واقعا امشب شروع به غلغله بود، یعنی من هر طرف خواستم برم تو ترافیک انسانی گیر کردم دیگه، شرمنده تونم اگه نشد درست فیلم بگیرم. پیاده رو 2 متر و جمعیت بی نهایت اومده بودن. کیک های یلدایی رو میبینیم. شیرینی اینجا کیلی تقریبا 350,000 تومان بستگی البته به نوع شیرینیش داره. من گفت 350,000 تومان. ببینیم که چقدر شلوغه دیگه. برگردیم بریم بیرون، اصلا نمیشه فیلم گره، اینقدر شلوغه. من خودم موندم واقعا چیکار کنم. بریم تو پیاده رو باز. داشتم بهتون میگفتم پیاده رو میبینید کلا 2 متر میزن گذاشتن کافه هم هست، همه اومدن بیرون چرخشون رو میزنن، عکسشون رو میگیرن کنار هم دیگه، یه حال هوای قشنگی به این خیابون دادن. ما اصلا شک نکن جمعیت خیلی امسال زیاد بود. من تو این 2 ساله که میام اینجا واقعا امسال برام خیلی عجیب غریب بود، خیلی اومده بودن. خیابونا به شدت شلوغ، یه ذره از اون فضا آوردمتون بیرون، آوردمتون تو خیابون پایین تر، پر از این کافه های دنج خیلی باحاله. یعنی اصلا شاید باورتون نشه کافه ها خیلی کوچیکه بعضیشون، ولی پر از حس و حال قشنگه و اون دنجیشون به آدم یه حس خوب میده. جاتون حسابی خالیه. البته میدونم که این جشن رو کشورهای خودتون، مخصوصا کشورهای امریکایی و کانادا و اروپا و خیلی کشورهای دیگه خیلی قشنگ برگزار میشه و خیلی پرشوره. ما حالا به خاطر محدودیتایی که خودتون بهتر از همه میدونید خیلی محدود به بعضی از خیابونا و محلهای همین اطراف عباس آباد. ببینید چقدر کافه‌های خوب، البته دیزاین بیرونش دیزاین شب یلداییه. کلا من این خیابون میرزای شیرازی رو خیلی دوست دارم، حتما باز داخل محله عباس آباد در آینده براتون ویدیو تهیه میکنم. میدونم که خیلی از عزیزان ممکن از همین ناحیه باشه. سوپر میوه یکی از سوپر میوه خوب این منطقه هم هست دیگه، مشخص قیمتش هم باید حتما بالا باشه. الان یه چیزی انارش همین 2 روز پیش بهتون گفتم 32,000 تومان، اینجا 82,000 تومان دیگه. حالا خودتون حسابشو بکنید دیگه با چیزای دیگه. من فکر کنم خیابون کی‌نژاده، فکر کنم خیلیتون بشناسید. هوا هم کم کم داره سرد میشه، ولی ما نه بارندگی خاصی داریم. البته یه نمونه بارون زد ولی خیلی کم بود. اینجا یه دونه خانه موزه چمنارای همون بتوونه. حالا من داخلش نرفتم به خاطر خیلی از مسائل، گفتم یه موقع مشکلی براشون زیاد پیش نیاد. خاطر اینکه الان ویدیو گرفتم داخل این مکان خصوصی، داره برای این عزیزان ممکنه دردسر ایجاد کنه. ولی خیلی شلوغه و یه جای خیلی باحال و دنج هم داره واسه نشستن و خریدن. یه بازارچه کوچیکم تو حیاتش زده، الان هر از گاهی بچهای عزیزان میان اینجا خریدم میکنن. حالا میگم بستگی به اون ذوق هنریتون داره دیگه، چون بیشتر چیزای هنری میفروشن. جام که یه کافه گذاشته بیرون و ایشی بهتون بگم خیلی جالبه برام، خیلی مردم قهوه خور شدن. یعنی شما هر جا رو که نگاه میکنید یه مغازه یا یه دکه قهوه فروشی یا کافه فروشی باز شده و همه دارن ازش استقبال میکنن. جمعیت تو پیاده رو میبینید، حالا من نمیگم همه اومدن خرید، چت تو مغازه ها رو برید میبینید خیلی چیزها رو میفروشن، ولی خیلی اومدن واسه عکس گرفتن، خیلی اومدن برای اینکه یه حس خوب و تجربه کنن. و اینه که قشنگه، دکورام که واقعا بی‌نظیر دیگه. عروسک ها یه چیزی امسال مد شده بود، همه گفته بودن آقا عکس برداری ممنون، ولی خب مردم هیچ وقت به اینجور چیزا توجه نمی‌کنن، کار خودشونو میکنن. یه واقعا چه یه عکس گرفتن چرا باید ممنون باشه؟ حالا بیشتر فکر می‌کنم به خاطر ازدحام جمعیتی که به وجود میاد جلوی مغازه و وای میسن این تصمیم گرفتن. اینا آدم باید منطقی هم باشه دیگه تا حدودی. میخوام یه لحظه جمعیت رو بهتون نشون بدم. ببین وقتی که میام الان هم جلو بودم یا میام عقب، ببین چقدر آدم تو پیاده رو صفه، همینجوری رو به پایین رو به بالا، فرقی هم نمی‌کنه. صدای این بچه هم که قشنگ واقعا هر از گاهی آدم وقتی که این شور و حال رو میبینه روحیش عوض میشه. حالا نمیدونم شما عزیزان دقیقا الان وقتی که این ویدیو میبینید تو چه وضعیتی هستی، ولی امیدوارم که انرژی خوبی بهتون منتقل شده باشه. ای بابا بریم بیا بریم.
واقعا به زور میتونم اینجا حرکت کنم، خیلی سخت. این جدا معدود فیلم های منه که واقعا نتونستم اونجوری که دوست دارم ویدیو تهیه کنم، ولی به خاطر اینکه واقعا زام جمعیت خیلی زیاده، یه تعداد دست فروش هم اومده بودن اینجا، حالا تو دردی که لباس معمولی میفروختن، یه چند تاشون هم تزیینات کریسمس و شب سال نو رو برای عزیزان میفروختن. دیگه اینجا نمیشد رفت جلو، دیگه خودتون حساب بکنید. من مجبور شدم بیام یه قشنگ کنار پیاده رو بهتون نشون بدم که چقدر جمعیت اومده. یه پر از رستوران ها و کافه های قدیمی و اسم و رسم دارم هست، حالا بعدشون رو ممکنه ببینیم در ادامه. دوست دارم شما معرفی کنید با کدوماش خاطره دارید، چه چیزایی اینجا یادتون میاد، این خاطرات شماه که معنی رو بخش به این خیابونا، مگر این خیابونا بدون خاطره هیچی نیستن. بریم جلو. این درخت ها رو بهتون گفتم، الان درخت 9 میلیون رو دیدید دیگه، حتما در ادامه بهتون درخت 12 میلیونی رو نشونتون میدم. یه درخت کاج تقریبا 280 سانتی، یعنی درخت کاج، درخت سر به 280 سانتی 12 میلیون، تخفیف خورده 11 میلیون به نسبت پارسال از 3.4 میلیون 4-3 برابر افزایش قیمت داشته. من نمیدونم دیگه واقعا، دلار الان 50000 تومان، نگیم پارسال اصلا بگیم 30000 تومان، نه 25000 تومان، این افزایش قیمت اصلا منطقی نیست. حالا درسته جشنه، ولی واقعا باید شدم انصافم خوب چیده چه اخوه. واقعا آدم خودش هم عکس میگیره لذت میبره، شما نگاه کنید خیلی وایستادن که ایشون عکس بگیره، بعضی موقع اینقدر ازام زیاده که مردم نمیتونن وایستن حتی برای یک ثانیه، ولی خب الان اونجا توقف کردن که هموطنانشون عکسشون هم بگیرن، نوبتی نوبتی وایستادن تو صفحه عکس. تو اول ویدیو گفتم بابا نوئل پولکی، ولی اونم بالاخره یه روز در سال دیگه، چند روز در سال این اتفاق میفته، حالا یه موقع برداشت بد نکنید از طرف من، بالاخره کسی باید یه جوری امرار معاش کنه دیگه. بگردیم بگیم تو خیابون، واقعا نمیشد اونجا نفس کشید دیگه. من خودم از این ازدهام جمعیت میترسم به خاطر این ویروس جدید، الان من هی میگم ولی خب اخباری که داره به گوشم میرسه داره هی ویروس بیشتر میشه و یواش یواش مطمئنا شکل میگیره. بگذاریم از این موضوع. نگاه کنید دستروشه که بهتون گفتم، الان که جلوی املاکی بایستاده بساط کرده، یکی گفت این درخت کوچیک 400000 تومنه. واقعا گرونه، یه درخت 20-30 سانتی بود. میدونید اگه مثلا خیلی از خیابونامون محله همون شده بود جالب میشه تو این روزا. میدونید که در کل ما تقریبا 284 تا کلیسا داریم و 50 تا مدرسه برای مسیحیان عزیز، این خیلی کمه نسبت به جمعیتی که حالا هست و اینا. درسته ما یک کشور مسلمان هستیم، ولی خب هر دینی احترام خودشو داره و باید بهش توجه کرد. صدای ویالونه، به چه سوزی داره. ریتمش خوب شد، همه در حال سلفی گرفتن و عکس و اینجور چیزاست. خیلی دوست دارم خاطراتتون داخل ایران، زمانی که شما عزیزان مخصوصا مسیحیان عزیز تو ایران بودن چجوری میتونستن جشن بگیرن، راحت بودن، خوب بود، الان بهتره، اونا بهتر میتونن نظر بدن. خب بالاخره من به شخصی زیاد اطلاعات خاصی ندارم در مورد جشن های حالا اتفاقاتی که قدیم افتاده تو جشنشون و الان میفته چه شکلیه، ولی در کل حس خوبی بارم. آ
اعصاب نداره مغازه بالایی. چی شده مغازه بالایی اعصاب نداره؟ بکنم یه اتفاقی افتاده مغازه بالایی اعصاب نداره. میبینیم چه خبره. آها میگه عکس نگیری بلاگری نکن. آقا جونی رو بخیال چی؟ این دنیای واقعی بکتر شدیم. مرسی، خیلی سپرایزی سیه. عکس نداریم ما ببخشیم برای بلاگ. خیلی سفت و سخت گرفت بودا. الان دقیقه همون مغازه بود دیگه. حالا مغازه شد دیگه چی بگم؟ بریم اون دست خیابون یه بابا نوئل دارم میبینم که داره میرقصه. بریم سراغش. به به اینه دیگه. بابا کرم. بله بابا نوئلی که بابا کرم میرقصه. جالب بود. میدونی تو این ویدیو سعی کردم با هم دیگه حال و هوای شب کریسمس رو کنار هم دیگه تو ایران تجربه کنید. البته جشنشونو که ما نمیتونیم تجربه کنیم، فقط خریدش و اون خیابون مخصوص دارن اینجا کلا اسباب بازی فروشیه دیگه، ولی تو این ایام همشون وسایل شب سال نو کریسمس رو میفروشن و مردم حالا چه مسلمون چه مسیحی چه هر دین دیگه اینجا میان و این شب و کنار این عزیزان حالا خرید میکنن یا نگاه میکنن یا عکس میگیرن، بالاخره سفریش میکنن دیگه. ولی واقعا شلوغ بودا، یعنی هر چقدر که میریم داخل تر همش جمعیتن. یعنی باز حالا در ادامه بهتون نشون میدم که تمومی نداره این نظام جمعیت. خیلی پرشور و پرهیجان امسال بود. من که حسابی اینجا کیف کردم، جاتون حسابی خالی بود، مخصوصا از اینکه حالا ایرانم یا تهرانم نتونستن امشب اینجا باشن. الان برنم تو همون درخت 12 میلیونی هم بهتون نشون بدم که نگید نبوده. این درخت چند 7 میلیون بوده، زده 5600. واقعا ممنونم. درخت کوچیک 120 سانتی 5 میلیون بوده، زده 4 میلیون. این درخت 150 180 سانتی 11 میلیون بوده، تخفیف خورده 8800. اینم 12 میلیون بوده شده 11 میلیون یا 10 میلیون. واقعا زیاده دیگه. این اغذیه یا این چی بهش میگن من نمیدونم، حالا فکر کنم شاید ارمنی باشه، نمیدونم، شاید هم اشتباه میکنم. خیلی معروفه اینجا. دوست دارم شما بگید اغذیه مقدم. کلی عکس قدیمی توشه، کلی هم آدم بیرونش وایستاده و قدرش داره سفارش میده. این همه من وایستم واسه 4 روز دنم چی بود. خیلی هم قدرشون گرفتم و دیدن روی نیمکت اینجا نشسته بودن و داشتن میخوردن. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی. بدرود.